سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع تنها مسیر، راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی. جلسه 33. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. شاید بشه گفت طی این مسیر خیلی ساده باشه، از باب معما چو حل گشت آسان شود. حتما هم همینطور هست انشاءالله. بعد از ظهور که ما هم بتونیم این زمان نورانی رو ببینیم، خواهیم دید که قصه خیلی ساده تر از این حرفا بود و چرا جنایتکاران اینقدر نگذاشتن بشریت راه سعادت رو که به این سهولت میتونست آدمها رو نجات بده پیدا کنن و در این مسیر حرکت کنن. میدونید یکی از موارد قسمهای پروردگار عالم به خودش در قرآن کریم که امر میفرماید به پیامبر گرامی اسلام درباره عذاب جاودانه هست. یعنی به پیامبرش میفرماید پیامبر من بگو به خدا قسم بخور، به خدا قسم بخور، بگو به خدا قسم ما عذاب جاودانه در آخرت برای گروهی خواهیم داشت. چون یه عده‌ای واقعا باور نمی کنن و آیا گروهی هستن که جاودانه در عذاب باقی بمونن؟ خب چرا سخت باور کردن عذاب جاودانه؟ یکی از دلایلش اینه که ما جنایتکاران بزرگ رو واقعا بزرگ نمیدونیم. برای اینکه این جنایت رو بزرگ بدونیم خوبه به همین مقدمه بحث امشب توجه کنیم. راه سعادت واقعا سهله، واقعا انسان میتونه به خیلی جاها برسه، واقعا جوامع بشری میتونن به اوج نورانیت، تقرب الله برسن. وقت نذاشتن، سالهاست اجازه ندادن. از ابلیس رجیم که مخلد در عذاب خواهد بود بگیر تا دیگر بدهایی که صد عن سبیل الله کردن. برای اینکه شما باور کنید اونا خیلی جنایت بزرگی کردن، یکی از مقدماتش اینه که بدونی، باور کنی که راه خیلی راه آسونی بود. چطور نذاشتن ما این راهو بریم؟ رو همین حساب هم روز قیامت رو یوم الحسره نامیدن، روز حسرت. صدیقین اونجا کم میارن، حسرت میخورن. صدیقین یعنی مقام بعد از انبیا. چرا بهتر نشدن؟ این که ماها روز قیامت حسرت میخوریم مال اینه که واقعا میتونستیم خیلی جاها بریم، واقعا راه آسون بود. هیچ کس روز قیامت نمیتونه بگه من نمیتونستم. خدا براش توضیح میده، واضح میکنه کار رو. یکی از اون مباحثی که موجب میشه انسان روز قیامت واقعا حسرت بخوره، یکی از اون مواردی که موجب میشه خداوند متعال ابلیس رو واقعا عذاب کنه، همین بحثی است که امشب در ادامه بحث جلسه قبل میخوایم بگیم در قدم دوم طی این مسیر که مسیرش رو در طول ماه مبارک رمضان بحث کردیم. مسیر ما یک مسیر بیشتر نیست،
مبارزه با اهواء نفسانی. ما با برخی از دوست داشتنی هامون باید مبارزه کنیم. حالا انشالله در جلسات بعد کم کم فهرست میکنیم این دوست داشتنی ها رو، میگیم با کدوم یکی از دوست داشتنی ها باید مبارزه کرد و چجوری مبارزه کرد، کدوم ها رو محدود کنیم، کدوم ها رو ممنوع کنیم، توانش رو هم خدا میده، راهش هم بسیار نورانی پرچراغ خیلی راه قشنگیه. ما تلاش زیادی کردیم در جلسات قبل برای اینکه این راهو بشناسیم و بعد اولین قدم بعد از شناختن این بود که نگرشی نسبت به نفس پیدا بکنیم که این نفس رو دشمن بگیریم، پست بگیریم، واقعا مبارزه با نفس رو شروع کنیم. من نمیدونم شما عقربی که بخواد نیشت بزنه، ماری که بخواد نیشت بزنه تا حالا کشتی یا نه، روتهیلی که بخواد نیشت بزنه درگیر بشه باید خواب میبینه آدم معمولا داره با یه دزدی دعوا میکنه، جنگ میکنه، دشمنی نمیدونم در میره از خطری. این حسی که تو خواب شما دارید، این حس رو باید در بیداری با نفس داشته باشید. قدم اول پیدا کردن این نگرشه که با نفس خودمون دوست نباشیم، بدونیم دشمن ماست. قدم دوم چی بود؟ عزم. چرا این مقدمه امشب رو عرض کردم؟ برای اینکه عزم فوق العاده راه رو آسون میکنه. هر کی گفت من نتونستم بگو دروغ میگی، عزم نکردی، راحت بهش بگو دروغ میگی. البته حالا نه از باب بی‌ادبی، از باب صمیمیت بگو دروغ میگی، خالی میبندی. نه نمیخوایم کسی رو احیانا بهش اینجوری تو صورتش بزنیم میگیم دروغ میگی، از باب رفاقت و اینا خالی میبندی، اشتباه میکنی لااقل. اگه دروغم نمیگی داری اشتباه میکنی. من نتونستم، یعنی میشه مگه؟ نخواستی، بخوای راه باز میشه. قدم دوم بخوای. قدم اول نگرشی که باید نسبت به نفس داشته باشی پیدا کنی. قدم دوم بخوای. من میخوام خلاف نفسم عمل کنم، من میخوام در مبارزه با نفس پیروز بشم. شما فکر میکنید خداوند متعال شغلشون چیه؟ من اصلا آمادم برای کمک بنده خودم. اون روایت رو یادتون هست؟ از پیامبر گرامی اسلام خوندیم که تمام مسائل رو برمیگردون به مبارزه با نفس. گفت چجوری من به معرفت حق برسم؟ فرمود با معرفت نفس. گفت چجوری به حق برسم؟ فرمود در مخالفت با نفس. و بعد دیگه یه فهرستی از انواع مبارزه با نفس رو بیان فرمود که مثلا چجوری انس به خدا پیدا کنم، فرمود با وحشت از نفس، چجوری همینجوری فهرستی رو فرمودن پیامبر گرامی اسلام. آخرش طرف پرسید چجوری به این همه برسم، فرمود به کمک گرفتن از خدا علیه نفس. خدایا میخوام یا علی. اینقدر ساده است، اینقدر راحته، اینقدر راحته. من گفت یعنی میخوام یه کاری کنم، نمیدونم، من که نمیتونم کاری کنم متاسفانه. من برای همه شما واقعا دلم میسوزه، ناراحتم، یعنی همیشه یه عذاب وجدان همراه هم هست که چرا این حرفا رو من باید به شما بزنم. کاش یه آدم حسابی میزد یا یه هنرمندی که بتونه اینو خوب انتقال بده. شما باید امشب با این بحث قیامتتون بیاد جلو چشمتون. وقت قیامتتون بیاد جلو چشمتون چه اتفاقی میفته؟ اون حسرت رو میبینی، نه عذاب جهنم رو ببینی، حسرت رو ببینی. انشاءالله این نظام سلطه‌ای که بر عالم بشریت رو داره
به بردگی میکشه نابود بشه، بعد هممون ببینیم چقدر آسون بود، چقدر آسون بود. عجب اینا رذلهایی هن، چقدر راحت انسان رو از بالاترین سعادت ها باز میدارن. حقشونه که خدا روز قیامت در عذاب مخلدشون بکنه. چرا آسون بود؟ به دلیل قدم دوم، یعنی عزم. یک روایت بخونم درباره این که اساساً شما قیمت این فعل درونی یعنی عزم رو بهش توجه پیدا بکنید انشالله بیشتر. بعد در مورد خود عزم یک روایت دیگه برای شما بخونم. اتفاقا من یک نامه ای رو از آقای بهجت رضوان الله تعالی علیه دیدم، از ایشون پیامی خواسته بودن، یه پیامی داده بودن. آخر پیامشون همین روایتی که برای شما خواهم خوند درباره عزم رو نوشته بودن. قبل حالا بعد اون رو من انشالله یادم باشه هفته بعد برای شما بیارم. بنده این نامه رو از ایشون ندیده بودم، بحثمون به اینجا کشیده شده. خب خوشحالم که مثلا ما رفتیم آیات و روایات رو دیدیم همین نتیجه ای رو بهش رسیدیم که استادای بزرگ این راه دارن همونو میفرماین. البته ما هنر نکردیم، ما هم از همین اساتید شنیدیم داریم گزارش میدیم. ما هی وقفی نکنید بگیم که من دارم این حرف رو نمیزنم که آقا ما هم به همون نتیجه رسیدیم که آقای بهجت رسید. نه، ما همه حرفایی که داریم میزنیم از همینا گرفتیم داریم میزنیم، ولی یه معید دیگه مجدد پیدا شد. اون پیامو یادم باشه، یادم بندازن رفقا که هفته بعد برای شما بیارم بخونم. امام جواد علیه السلام که ما امشب به یاد حضرت معصوم سلام الله علیه هستیم، اینم یک حسن توفیقی از امام جواد علیه السلام، برادر بزرگوار این خواهر نورانی، روایت نقل بکنیم. می‌فرماید القصد الی الله تعالی بالقلوب ابلغ من اتعاب الجوارح بالاعمال. قصد خداوند متعال رو کردن با دل بهتر آدم رو به مقصد میرسونه تا اذیت شدن جوارح بدن انسان با عمل. نیتی که شما می‌کنی، اراده قلبی که میکنی، این بیشتر شما رو به خدا میرسونه تا اون کارهایی که میخوای بکنی. آقا ما امشب شب جشن ارزونش کردیم، امشب رو داشته باشی. یه نفر میگفت این بحث مبارزه با نفس یه کمی مازوخیستی نیست؟ گفتم بابا یه کمی تحمل کن تو رو خدا. خیلی میگفت خشنه، خیلی. نه بابا اینجوری نیست. بیا امشب ارزونش کردیم، شب جشنم هست. اینم از الطاف و از محبت ها و از رأفت و مهربانی حضرت معصوم سلام الله علیه هاست که امشب اینقدر اخلاق ما خوب شده. می فرماید القصد الی الله تعالی بالقلوب، با دلت قصد خدا می کنی، عزم خدا می کنی، ابلغ و شما را بهتر میرساند، من اتعاب الجوارح بالاعمال، از اذیت شدن بدنت با کار و تلاش. ما همه ما منتظریم یه کار شاقی بکنیم تا چه شود. کار شاق نمیخواد، قصد بکن، قصد بکن من اون کارهای شاقت هم برات آسون میکنم. بخواه، نخواستی آخه. این دیگه صریح سخن امام جواد علیه السلام هست. یه سخن دیگه از امام جواد علیه السلام من کنار این حدیث در اون کتاب دیدم ربط داره. بذارید این حدیث شریف هم بخونیم. شما بدونید ما تقریبا شاید بیش از 1000 حدیث باشه درباره موضوع بحثمون که دیدیم و بحثم در موردش کردیم و نخوندیم، برای اینکه مضامین نزدیک همدیگه بودن و ترسیدیم هم دوستان حوصله‌شون سر بره. یعنی آقا ما برنامه حدیث خونی که نداریم، شما فقط متن رو بخون،
برو جلو. من امیدوارم دارن قبل از شروع جلسه یه حدیث از امیرالمؤمنین درباره فضائل امیرالمؤمنین علی علیه السلام میخونن که اصلا فوق‌العاده است. این یک رسم باید بشه تو هیئت ها. حالا هم دو هر چی میخوای صحبت کنی یه حدیث از امیرالمؤمنین بخون، یعنی در فضیلت حضرت. این برنامه است انشالله همه هیئت ها اینو باب کنن برای خودشون. یه حدیث از فضائل امیرالمؤمنین بخونیم. سفارش شده ذکر علی ین عباده، میرفتی هیئت اومدی از امیرالمؤمنین چیزی نگفتی. این در نظر بگیریم. بعد بشه انشالله حدیث خونی باب کرد. آقا ما بحثشو که کردیم، حالا 100 تا حدیث به این مضامین هست، ما این 100 تا رو هم بخونیم. هر شب 5 تا نام چند تا دوستان دارن سایت میزنن برای هیئت که بتونن این احادیثو که ما نخوندیم اما جمع کردیم اینجا هست، اینا رو در اختیار قرار بدن. واقعا نورانی میکنه دلهای انسان رو. امام جواد علیه السلام یکی از اون صدها حدیثی که نخوندیم اینه، بحثش رو البته کردیم، من اطاع هواه اعطا عدوه مناه، کسی که اطاعت کنه از هوای نفس خودش دشمن خودش رو به آرزوش رسونده. این تعبیر امام جواد علیه السلام این مال بحث دو هفته قبله. چه تعبیریه، دشمن تو به آرزوت رسوندی، کیف میکنه دشمنت، کیف میکنه. خب اما اون کلمه‌ای که گفتم درباره عزم هست، روایتی که درباره عزم هست، هم آیه بهجت در یکی از پیام‌های معنویشون این رو نوشتند و دادن، هم در دو تا از ادعیه‌ای که از امام باقر علیه السلام و امام صادق علیه السلام نقل شده اون این جمله است که خدایا قد علمت ان افضل زاد الراحل الیک عزم و ارادته، که خدایا من فهمیدم با فضیلت ترین توشه راحل به سمت تو، الراحل الیک، این دقیقا راحل هم با این بحث تنها مسیر جور در میاد. ما الان داریم سر مسیر و رفتن و سیر و سلوک الالله صحبت میکنیم دیگه، یه راه هم که بیشتر نیست. بعد حضرت میفرماد افضل زاد و راحله چیه؟ عزمه، عزم و اراده است. اصلا توضیح دیگه من لازمه بدم الان؟ شما عزم بکن، حرکت بکن، بعد زمین میخوری. یه روایت براتون بخونم که قبلنها هم این روایت رو وعده داده بودم اما نخونده بودیم با هم دیگه، نمیدونم الان اونجوری که من یادم هست نخوندیم. واقعا زمین خوردن اهمیت نداره، شکست خوردن اهمیت نداره، مهم اینه که تو عزم کنی را بیفتی، بقیهش به تو ربطی نداره. یه خیلی امشب ارزون کردیم به حالتن، خیلی شما غنیمت بدونید، اینجوری نمیشه ها، مگر اینکه میلاد یک امام معصوم دیگه ای بشه دفعه فضای ما رو عوض کنه. البته من خدا شاده به قصد نیومدم بگم که ما امشب به مناسبت این میلاد، خود به خود همینجوری میشه، اصلا عالم هم اینجوریه. امام باقر علیه السلام میفرماد ان المؤمن معنی به مجاهدت نفسهی لیغلبها علی هواها. مؤمن در رنج، در تلاش به مجاهدت با نفسش، خب یک سیر دائمیه، لیغلبها علی هواها، تا اینکه بر هوای نفسش غلبه کنه. فمرتن یقیم و عودها، یه بار کجیشو راست میکنه موفق میشه، و یخالف و هواها فی محبت الله، مخالفت با هوای نفسش میکنه در راه محبت خدا. و مرتن تسرعه نفسه، یه بارم نفسش اونو زمین میزنه، یه بار این اونو زمین میزنه، یه بار اون
این اونو زمین میزنه. فیتبع هواها، یعنی از هوای نفسش تبعیت میکنه. فینعشه الله، خدا او رو بلند میکنه. فینتعش، وقتی خدا او رو بلند میکنه، این بلند کردن رو این از خدا میپذیره. ینتعش، آخه خدا بعضی رو بلند میکنه نمیپذیرم، یعنی خدا ولکم ولکم، ما میخوایم همون تو لجن بمونیم. ولی مؤمن خدا وقتی زمین میخوره دستشو میگیره، اصلا انگار اینجا نوشته ابی نداره، پاشو. اینم پا میشه، ینتعشو. و یقیل الله اسرته، خدا چیکار میکنه؟ مشکلاتشو اصلاح میکنه، میتکونه خاک لباسشو، میگه بیا بیا، تمیزش میکنه، جبران میکنه ضایعاتشو. فیتذکر و یفزع الی التوبه، این احساس خوبی پیدا میکنه و به یاد خدا میفته و میره به سمت توبه. و والمخافه، و ترسیدن از خدا، خوف از خدا در اثر این معصیت یا اشتباهی کرده زیاد میشه. فیزداد و بصیرتن، بصیرتش زیاد میشه. و معرفتن لما یزید و فیه من الخوف، چون یه بار زمین خورد خوفش زیاد میشه، بصیرتش زیاد میشه، معرفتش زیاد میشه. ذالک به ان الله یقول ان الذین تقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. این همون ترجمه آیه، در واقع توضیح آیه کریمه است. امام باقر علیه السلام میفرماید که کسانی که تقوا دارن وقتی یه طائفی از شیطان اونها رو مس میکنن، تأثیر میذارن رو اینها، اینا یه دفعه متذکر میشن و بصیرت پیدا میکنن. این کلمه تقوا رو ما جلسه قبلم خدمت شما عرض کردیم. تقوا یکی از معانیش عزمه. آقا تو متقی هستی؟ یعنی آقا تو بنا داری آدم بشی یا نه؟ خیلی ساده است. لذا تقوا درجات داره. بله، تقوا در درجه اعلا، خب اونیه که دیگه این عزمها رو همه رو محقق کرده. ولی درجه ادنای تقوا چیه؟ بذارید یه توضیحی بدم برای این موضوع. تقوا یعنی عزم، یعنی یکی از مصادیق مهم تقوا عزم. خواهش میکنم اینو از من قبول کنید، ازتون خواهش میکنم. ببین تو التماس نمی کردی، خواهش بخواه چیگه توضیح بده. نه آخه میترسم وقت قبول نکنی، من بالاخره خیلی نگرانم اگه اینو قبول نکنی، ممکنه توضیح من بیانش خوب نباشه. مثلا خداوند متعال میفرماید انما یتقبل الله من المتقین، خدا قبول میکنه اعمال رو از آدم متقی. خب این یعنی چی؟ متقی یعنی از کملین باشه، یعنی من تا خیلی فوق دکترا نگیرم، رشد نکنم، خدا ازم قبول نمیکنه. خب اگه ازم قبول نکنه که قدم از قدم نمیتونم بردارم. معلومه که این تقوا و این قبولی در مراتب اولیه هم باید باشه. آقا من یه دو رکعت میخوام نماز بخونم، بعد خدا من بپذیره تا بعد آدم بشم، بعد قدم های بعدی. پس تقوا مال آدم کوچولو هم هست. به من بگو اینو تو من امیدوار بشم تو این مسیر حرکت بکنم. انما یتقبل الله من المتقین، خدا از من قبول میکنی. متقی یعنی عارف. و اگه اینجوری باشه که ما پدرمون در اومده که متقی که عارف نیم. متقی یعنی بنا داره پرهیز کنه. یا ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، این کتاب هدایت میکنه. کیا رو هدایت میکنه؟ متقین رو، یعنی کسانی که خیلی خوبن هدایت میکنه. بقیه مردم چیکار کنن؟ نه بابا، همه رو هدایت میکنه. خب پس متقی یعنی چی؟ متقی یعنی کسی که بنای تقوا رو داره. ببینید اولین مرتبه تقوا بنای تقواست، بنای تقواست. مراتب عالی تقوا که دیگه محقق شده این بنا و عزمه. نفرمود
این کتاب فقط آدمهایی که هیچ معصیت نکنند اونها رو هدایت میکنه. نه، آدم متقی ممکنه معصیت بکنه. بله، همینجا الان ما دیدیم دیگه چی فرموده امام باقر علیه السلام. فرمود یه بار زمین میخوره، یه بار دستشو میگیره خدا و دستشو خدا میگیره، یه بارم پیروز میشه ولی با تقواز. آقا اینجا با تقوای خب تو مسیره، مهم اینه که عزم کرده، مهم اینه که بناش اینه. مثلا خدا بقیهشو میبره، مثلا بنا نبود که شما خودت را بیفتی بیای میگی من نتونستم، به قیامت تو جلو چشمت میارم، یعنی این من نمیتونستم، خدایا من ظرفیتش نداشتم، من توانش رو تو خیلی بی خود میکنی، من نمیتونستم. مگه بنا بود شما بیای؟ بنا بود من دستتو بگیرم؟ تو یه تلک تلکی میکردی؟ من میخوام تشبیه بکنم این قایقهایی که پا میزنن، قایقهای دو نفرهی که تفریحی پا میزنن، یه قایق نیست، یه چیزی شبیه به قایقه، چی بهش میگن؟ چی؟ قایق پدالی مثلا. آره، اینا که پا میزنن، بچه با باباش مثلا نشسته توی توی همین قایق پدالی ها، بابا پا میزنه، اونم پاشو گذاشته خودش هم نمیتونه جمع بکنه. ما در مسیر تقرب الله توی یه دونه قایق پدالی نشستیم، اون طرف خدا نشسته، فرمونم دست اونه، و ما چیکاره میمزد؟ هیچی بابا، تو همه قد که نشستی تو قایق. واقعا اینطوریه، اگه ما اعتقاد به این نداشته باشیم عجب پیدا میکنیم. اصلا خدا مسیر رو یه جوری طراحی کرده که ما هی وابسته تر بشیم به خداوند متعال. تا قایق دیدیم بگیم بابا بیا، بابا بیا قایق، خدا بیا قایق، میخوایم بریم. خدا هم مثلا خوشش میاد از این، بابا هم خوشش میاد بچهش آویزونش باشه، بابا خوشش میاد. بنده آویزون خدا باشه، خدا خوشش میاد. بله، باید همین کارو بکنیم. پس یه معنای تقوا شد همون عزم تقوا. این اولین مرتبه تقواست که خیلی خوبه، خیلی قشنگه. این عزم اولین مرحله اخلاص هم هست. اخلاص، آقا شما خالصاً مخلصم میخوای؟ آره به خدا، این از ته دل بگو، این میشه یه اخلاص. و خدا میفرماد من بفهمم اخلاص رو تو قلب بندم که دوست داره مخلص بشه، دوست داره مخلص بشه، من زندگیشو اداره میکنم. نه مخلص بشه، مخلص که کسی به این سادگی نمیتونه مخلص بشه، ولی بابا عزم کرده بیچاره بنا داره مخلص خدا بشه. وقتی که خدا عیوبشو بهش نشون میده، نمیدونم، من چندین بار، یعنی چندین بار زیاد نبوده، آیه، و فکر نکنید من همیشه صبحونه میخوردم با آیه بهجت هر روز و بعد ایشون میرفتن سر کلاس و ما میرفتیم دنبال کارمون. نه، حالا مثلا یه بخیر آدم تو قم باشه میبینه یکی دوبار دیگه آیه بهجت، و فکر نکنید ما آدم حسابی هستیم، توفیق نداشتیم زیاد، ولی دیدم دیگه ایشون بنا نداشت حرف بزنه زیاد، چون اصلا معتقد نبود. معتقد نبود به این که زیاد حرف لازمه. مثلا چی من به شما بگم؟ اینجوری مثلا من زبان حال ایشونو میگم، چی بگم؟ واقعا اگه میخوای، اگه بخوای که خدا از در و دیوار برات میباره، تو واقعا این تعبیر بازم ایشونه، از در و دیوار خدا بهت میرسونه. صحبت منو نمیخوای. حالا میرفتن خودشون رو همه میکشیدن پیش ایشون که بابا شما بگید به ما راه نمایی کنید، نگاه نمیکرد. خوشش میومد یک کسی لبخند میزد، خوشش نمیومد یک کسی دعواش میکرد. حالا البته این قاعده هم که من میگم عمومیت نداره ها، ولی گاهی اینجوری دیده شده. به یکی با لبخند میفرمود بابا میدونیم که همینه که میدونیم، برو عزیزم. به یکی هم یه اصلا با تشر میفرمود همین حرفو.
عزم خیلی عجیبه، خیلی اثر داره. من خاطره دو تا شهید رو به شما بگم که واقعا اینا با زبون با صدای بلند به من گفتن که ما پس تصمیم میگیریم این ترس از مرگ رو تو خودمون بذاریم کنار. صادقانه هم گفتن، یعنی بحث این بود که ما چرا نمیریم جبهه. گفتم خب بیاد بریم جبهه، ما مرخصی اومده بودیم، اینا ما رو بردن جایی برای سخنرانی. اهل جبهه و این حرفا بودن، ولی تو اون اعزام این دفعه تو این نوبت نیومده بودن. گفتن آخه حاجی میترسیم. گفتم مرگ ترس نداره، اینجوری اونجوری توضیحاتی دادم. اینا دیدن ترسشون بی‌منطقه ها، ولی خب ترس هست دیگه، چیکار کنم؟ آقا مبارزه کنیم، بزنیم بیرون. دیدی بعضی با صدای بلند افکارشون رو به گوش دیگران میرسونن. در عرض یک ماه هر دوتا به اوجی رسیدن که به شهادت هم رسیدن. حالا اوجش رو من از کجا خبر دارم؟ از سوالهای بعدی که یکی دو سه شب قبل از عملیات اینو از من میپرسیدن، که یکیشون اومد تو چادر، چادرم زیروش رو جمع کرده بودیم که چادرم جمع کنیم بدیم به لشکر ببره توی کرخه بود که بعد از این ور بریم برای عملیات. گفتش حاجی من یه مشکلی دارم. گفتم بگو. مشکلش این بود که برای نماز شب بلند میشه دیگران میخوابن، عجب میگیردش، دیگران ببیننش حالا ممکنه ریا هم بکنه، بدم میاد از این حالت، اینو چیکارش کنم؟ گفتم خب این که حالا با خدا رزق ایشون بود سر زبون ما انداخت. بهش گفتم خب این که کاری نداره، اصلا خدا این حالت بد رو اون شب نصف شب سحرگاهان در تو ایجاد کرده که تو ببینی این حالت بد درت هست که پیش طبیب الان داری دستتو دراز میکنی برای قنوت و عبادت و نماز، بگی آقای طبیب ببین الان من پیش تو هم این مرض تو من هست، الان ببین وقتای دیگه چجوریم. لبخند زد و گفت آره همینه. ناراحت بود، این ناراحتی داشت او رو به ناامیدی میکشوند، یه جوابی پیدا کرد رفت. بعد از عملیات ما تو بیمارستان بودیم، یکی از رفقا هم که اومده بود بیمارستان گفت فلان شهید چند شب قبل از عملیات اومد ازت یه چند سوال کرد، غروبی بود، چی پرسید؟ گفتم چطور؟ گفت آخه قبل از اینکه بیاد پیش تو گفت من یه مشکلی دارم میخوام برم بپرسم حل بشه، من این عملیات رفتم. اومد ازت پرسید، برگشت گفت حل شد، این عملیات رفتم. گفتم این سوالو کرد. نه همه این با عزم حل میکردن همه چیو، و شما بنا نیست جایی بری که خدای من واقعا راست میگم. آقا راست دروغ نگی بابا، اینجا که دیگه خالی نبند دیگه، راست میگی بگو دیگه، اینجا که دیگه کسی نیست پیش بین خودت و خدا. من واقعا میخوام مبارزه کنم، همین تموم شد، من عزم دارم. خدا کیا رو پاک نمی کنه؟ بعضی ها که بعضی از بدیهاشون رو حاضر نیستن دست بردارن. زبیر آخرش خراب شد، برای چی خراب شد؟ همه بدیهاشو شاید هر چند وقتی بار میرفت توبه میکرد، ولی اون یکی بدیشو من عداشو اینجوری در میارم، معمولا ادای این حالتو یکی از بدیهاشو تو مشتش میگیره مثل بچه که سیزی قایم کرده پشتش، این نه بقیهش درست کن، من یه حسادت از علی ابن ابی طالب دارم، اون بذار باشه، بقیهشو خدای ببخش. چیزی دو ببخشم، اونو بیار جلو. یه دونه از بدیهاشو تو مشتش میگیره پشتش قایم میکنه، خدا بقیهشو ببخش. دوستان من هیچ کدوم از بدی‌ها رو تو مشتتون نگید قایم کنید، به خدا. خدا انشالله به منم توفیق آدم شدن بده بفهمم شما تو این مسیر نورانی دارید میرید، مزه این راهو که دارید میچشید خدا به ما هم بچشونه. ولی واقعا عزم حل میکنه مسئله رو، برای سحرخیزی عزم حل میکنه مسئله رو. خب یه مقدار عوامل فیزیولوژیک رو آدم بتونه کنترل بکنه، شب زودتر شام بخوره، کمتر بخوره، روز یه نیم ساعت بخوابه، یه سری عوامل فیزیولوژیک مؤثر هستن که آقای بهجت رضوان الله تعالی علیه میفرمودن که دیگه سخت سختش نماز شب دیگه. ایشون میفرمودن این راه آخه سختی نداره که.
اونم با یه مقدار زودتر خوابیدن حله. اصلا خب بیدار میشین چیکار بکنی؟ حالا یه نمازی بخون دیگه، راه هم رفتی راه برو. یا اون عارف بزرگوار میگه برنشو چایی بخور، چایی بخور. اون من حوصله نماز داره، ببین یه چایی دم کن بذار بخور، ببین تلویزیون برنامه داره نگاه کن مثلا. حالا تلویزیون من گفتم، اون آدم حسابی ها که این حرفا نمیزنن، چایی ممکنه میگن توصیه بکنن، تلویزیون توصیه نمیکنن. وقتی این عزم، چی عزم ما رو از بین میبره؟ چی عزم ما رو از بین میبره؟ با تعابیر مختلف. بذارید یه نکته بگم عرضم رو امشب تمام بکنم. یه مثالی میخواستم تشبیهی بکنم به اصطلاح با جسم، این وضعیت روحی خودمون رو، حالا ببینم میتونم یا نه. یه غذای آلوده شما بخوای بخوری، تا میخوای بذاری دهنت، یه دفعه این شامه شما یه نفس میکشه دیگه، اگه فرصت نفس به خودت بدی، یه بو میکنه، میگه آه چه بوی گندی میده، آه گذاشتی کنار. مرحله اول، آقا فرصت نفس کشیدن نداشتی، یا زکام بودی یا بوی بد نمیداد، میذاری سر زبونت مزه، آه این چیه، این مزهش خیلی ناجوره. آقا سر زبونت هم متوجه نشد، ته زبونت میدونید که این چشایی تو قسمت‌های مختلف زبان مزه‌های مختلف رو میچشه، ته زبونت یه دفعه، آقا زبونت متوجه نشد، دفعه دندونت ممکنه متوجه بشه، نشد، میره تو معده، خود بزاق دهن یه بلایی سر این غذای میاره، میکروبش رو ببینه میتونه کاریش براش بکنه یا نه، نشد، میره تو معده، اونجا یک اسیدی میریزن روش، نشد، اون آلودگی برطرف نشد، روده های جناب عالی فعالیت میکنن، بزرگه نشد، کوچیکه، بالاخره پدرش در میارن، آقا نشد، رفت توی خون، میره تو کبد تصفیه میشه، نشد، میره مثلا کجا، بالاخره پدرش در میارن. اینجوری نیستش که اجازه بدن که به همین سادگی شما مریض بشی. یکی دو تا سه تا چهار تا پنج تا نیست. یه تشبیه بکنم این وضعیت رو. آقا به سمت خداوند متعال رفتن هم همینطوره. شما از طرق مختلف عواملی رو میبینید وجود داره که میتونه این عوامل ما رو کمکمون بکنه. یه وقت میری تو بحث ذکر، ذکر چیزیه که میتونه عزم انسان رو بالا ببره، غفلت چیزیه که عزم انسان رو کاهش میده. یه دفعه میری تو بحث سبک زندگی، امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود بابا هفته یه روز وقت بگذار برای دین خودت. خب این تو سبک زندگی ما باشه، خدا هم میفرماد خب این بذار بیاد هیئت، من درستش میکنم. بالاخره میدونن با ما چی کار بکنن. ما میتونیم با عزم به خیلی جاها برسیم. این عزم رو شما کنترل بکنید. حالا دیگه مثلا مفهوم محاسبه نفس. محاسبه نفس چرا خیلی مهمه که اهل بیت فرمودن لیس منا من لم یحاسب نفسه و فی کل یوم. خب یکی از سفارش‌های اولیاء خدا محاسبه نفسه. دیروز یکی از علما به بنده می‌فرمودن، دیروز پنجشنبه بود دیگه، بله، خب خیلی مراوده داشتن خدمت های بهجتیشون، می‌فرمودن که ما یه مدتی تصمیم گرفتیم محاسبه نفس کنیم. محاسبه نفس چیه؟ کنترل می‌کنه آقا من چیکار کردم امروز. اون عزم تو تداوم می‌بخشی، تداوم عزم با محاسبه نفسه. این راست میگه، میخواه حالا ببین پس چی کار کردی، عملیاتی میکنه عزمو برای انسان. خب میگه من محاسبه نفس میکردم و اینا، بعد از چند روزی یه دفعه این محاسبه نفس من ترک شده بود، بعد از همون گذر خان داشتم رد میشدم، دیدم نونوایی سنگک خلوته و یه نونی برای خودم گرفتم، برای آجاهای بهجت هم گرفتم و گفتم برام در خونه بدم. رفتم در خونه به ایشون نونو دادم، ایشون تشکر کرد، فرمودن که خیلی ممنون، میخواید ما رو خوشحال بکنید همون محاسبه نفستون رو ادامه بدید، نمیخواد نون بخرید برای ما بیارید زحمت بیفتید.
یا من اونجا متوجه شدم آه راست میگه، من چند روز این محاسبه نفس رو ول کردم. اینه دیگه. حالا شما فکر کن هر روز داری نون میگیری میری در خونه های بهجت، مثلا چی به شما میفرماد؟ همینه میفرماد دیگه. نه من به شما یه چیز دیگه، شما سیبیلت کجه. نه بابا شما به همون محاسبه نفس رو ول کردی. الان شما هر روز فکر کن نون گرفتی بوری در خونه های بهجت، خدا همینو میفرماد دیگه. محاسبه نفس چیکار میکنه؟ اون عزمه رو یاداوری میکنه، نگه میداره. چه عالمی ما داریم واقعا، عجیب عالم عجیب غریبیه. یه دفعه یه دختر خانوم مجرد فرزند امام موسی بن جعفر علیه السلام مقامش به جایی میرسه که امام زمانش پدرش میفرماد فداها ابوها. آقا چرا اینجوری شدن ایشون؟ برادرشون قوم حضور دارن، قبله دلها حرم ایشونه. حرفا نیست، خب حتما ایشون یه مسیری رو طی کردن که دیگران اینجوری طی نکردن دیگه. کاری نداره برای خدا. کیه و زلفش چجوریه و مرد یا زنه و نمیدونم هیکلش چجوریه و نمیدونم قیافش چجوریه، سن و سالش چجوریه، سوادش چجوریه، رشته درسش چجوریه، اصلا این حرفا نیست. حضرت معصومه سلام الله علیها، من واقعا نمیدونم ایشون، نمیشناسم. ما که نمیفهمیم، چشممون بسته است، ولی چند تا امامزاده داریم که محل عبادتش رو از 1400 سال پیش تا حالا حفظ کرده باشن، محل نماز ایشون رو از 1400 سال پیش تا الان حفظ کردن توی قم. خب اون عمار یاسر سمت راز یه جایی میریم، یه اینجا محل عبادت چند روزه ایشون بوده که در قم ساکن بودن. میفرمودن که من داشتم با آقای بهجت میرفتم تو حرم، یه دفعه به ذهنم رسید که چرا آقای بهجت مقیدن به این که هر روز صبح بیان حتما زیارت بکنن برن، اونم با آدابشو مفصل. این همینجوری به ذهنم رسید که حالا خوبه، خوب زیارت که میفهمیم خوبه، ولی این همه مقید بودن به زیارت هر روزه این امامزاده عظیم و شن، چی تو ذهن ایشونه؟ چند قدم رفتیم جلو به حرم رسیدیم، دفعه توی صحن فکر کنم فرمودن توی صحن، ایشون برگشتن به سمت من ایستادن خیلی محکم، فرمودن من بر خودم وظیفه میدونم هر روز صبح بیام اینجا عرض سلام بکنم، زیارت بکنم. حالا تعبیر شبیه به این، یعنی حالا شما فکر نکنید که حالا یه لطفی ما داریم میکنیم و نمیدونم یک حال و حول، یک مثلا حال معنویه و یک احساس. من بر خودم وظیفه میدونم. ما که والله نمیفهمیم، نه احساس ایشون رو میفهمیم، نه مقام اوشون رو میفهمیم. ما که متوجه نمیشیم چه خبره. خبری نیست. بذار شما بگم چه خبره. از دور ما میتونیم حرفشو بزنیم، هر کی به مقربتر میشه به پروردگار عالم یک اتفاقاتی براش میفته دیگه. عالم باید بهش کرنش بکنن. هزار سال از رحلتش میگذره بگذره، اولیاء خدا باید بیان عتبه بوسی چون به من نزدیک بوده. راه نزدیک شدن به خدا چیه؟ همین راه، همین راه. خیلی وقتا هم خیلی از عملها توصیه میشه برای اینکه طرف یادش نره، همین راه یادش نره. خیلی وقتا هم خیلی از فعالیت‌ها و برنامه‌ها توصیه میشه مال همینه که این محاسبه یادش نره، عزمه یادش نره. حالا همین عزمه دیگه، شما امتحان کن عزمو در خودت احیا کن، نگه دار. حالا دیگه هر چقدر براش مایه بگذاری، هر چقدر پول بدی آش می‌خوری. یه وقت برای عزمت یه بار میگی الهی العف، یه بار 300 مرتبه میگی العف 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 العف، یعنی خیلی مصری.
ملائکه میشمرن دیگه. چند مرتبه گفت؟ 30 مرتبه. پس زیاد حال نداشت. نه چرا میخواست دا، ولی دیگه 300 تاشو نگفت. گفت یعنی اگه شد به ام نگاه کنید. و میاد این امشب چند گفت؟ نه 300 بار با ایستاد گفت محکم. جدی شده، این هم آدم شده برای خودش. یه میشمرن دیگه، حساب کتاب میکنن. سرگرمم ملائکم این وسطه بین ما و خدا، بالاخره حال میکنن دیگه، تماشا بودن تماشا. چی شد این؟ چی کار کرد؟ خوب هم از اخلاقشون خوب غیبت نمیکنن. چی کار کرد امروز؟ بابا ضایع کرد نبودید چی کار؟ نه اینجوری هم نیستن. خداوند متعال هم میفرماد بعضی وقتا گناه بنده ما اصلا میخوام ملائکه نبینن. اینجا آدم میفهمه ملائکه واقعیت دارن در عالم هستی. جلو چشمشون رو میبندم گناه بنده من نبینن. خب نظرشون همیشه خوب مثبت باشه نسبت به بنده من. دعای کمیلم صدا میزنی خدایا اون گناهایی که نذاشتی حتی اونا هم ببینن، اونا که خودت میدونی فقط، اونا هم ببخش. خب دیگه میلاد حضرت معصومه سلام الله علیها، این گل خوشبوی خوش عطر نورانی اهل بیت اسناد و طهارت که چه برکاتی وجود مقدس و نازنینشون داشته و خواهد داشت تا ظهور حضرت، ما دیگه روزه نخونیم. یه روایت بشارتی هم برای ظهور برای شما بخونیم. میفرماید در روایت که قم مرکز نشر اسلام به عالم میشه بعد از کوفه که الان شده. بعد میفرماید این وضعیت ادامه پیدا میکنه تا ظهور و این انشاءالله باقی خواهد مون، این مرکز نشر اسلام باشه قم و تا زمان ظهور که ما ببینیم خدا چی میخواد. یکی دوتا دعا کنم تا ذکر و مدیح سرایی برای حضرت فاطمه معصومه سلام علیها برقرار بشه. خدایا مظلومان جهان، خدایا بازماندگان اون 800 تا بدنی که در یک گور دست جمعی دیروز در کنار لازقیه پیدا کردن، اگه بازماندهی دارن 800 نفر هرچه سریعتر از ظلم ظالمان خلاصی عنایت بفرما. صلوات ختم.